درود به شما هموطنان عزیز، درود به شما همراهان کانال که مثل همیشه با لایک و کامنتاتون از ما حمایت میکنین. در پی تجمع اعتراضی معلمان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، بالاخره مدیر کل مجبور به پاسخگویی شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، به دنبال پرداخت نشدن معوقات حق تدریسی‌ها و خلف وعده در اجرای رتبه‌بندی و تعیین رتبه‌بندی سلیقه‌ای، معلمای قزوین هشتمین روز از فروردین ماه سال 1402 رو مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان تجمع کردند. به گزارش معلمان استان قزوین، فرهنگیان قزوین با وجود گذشت 8 روز از سال 1402 هنوز حقوق خودشون رو دریافت نکردن و در کنار این پرداخت نشدن معوقات حق تدریسی ها، اجرا نشدن قانون رتبه بندی و ناعادلانه بودن تعیین رتبه معلمان قزوینی رو وادار کرد که به صورت خودجوش بدون اعلام فراخوان در 8 فروردین ماه در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تجمع کنند. واقعا این مملکت رو دست کیا افتاده؟ رئیسی چند روز پیش گفتش که من سر راه هم رفتم لاهه و اونجا دم ما حقوقی که داریم به حقوقدانا میدیم نتونستیم اونقدر ازش درآمد کسب کنیم و فلان از این حرفا. مرد حسابی، تو نمیتونی حقوق 4 تا معلمو بدی، رفتی نشستی اون بالا داری چی میگی بابا؟ شعر نگو داداش، بیا پایین. مادر جاوید نام بهار خورشیدی، جانفشان راه آزادی، همراه با انتشار ویدیویی از طراحی‌های بهار در اینستاگرام خودش نوشت: بهار زندگیم، چقدر زیبا طراحی میکردی، نفسم دیگه اینا تکرار نمیشه، جانم فدای دستای زحمت کشید. واقعا این مادرها چه زجری دارن میکشن. واقعا خامنه ای چه جوری قراره تو جواب این مادرها رو بدی؟ واقعا قراره چی کار کنی؟ واقعا تا کی میخوای بمونی و روی رنج این مادر رو زندگی کنی، روی داغ این مادر رو زندگی کنی؟ مادر سیاوش محمودی هم یه ویدیو انتشار داده و نوشته: مینویسم نامت را در سراسر این سرزمین و فریاد میزنم اسمت را در آسمان این کشور که سیاوش قهرمان زنده ایران است. و اما ویدیویی داریم از تجمع کودکان آینده ساز ایران در جوار مزار جاوید نام، حامد سلحشور، جانفشان راه آزادی میهن در ایزه و همخوانی ترانه برای خامنه ای. از این کودکان بترس. یادت شعری رو دادی بیرون، سرودی رو دادی بیرون که همه میگفتن، یعنی خودت میگفتی آقا تو تمام دنیا پخش شده و همه سرباز من هستن و فلان. اونا رو بریز دور، اونا ساختگیه. حالا ببین این کودکان چجوری تو رو از اون تخت زحاکیت میکشن پایین و نابودت میکنن. فقط بشین ببین که این کودکان هستن که تو رو نابود میکنن. Bye.
ویدیوی تو شبکه‌های مجازی وایرال شده از شهر شیراز که یک شیرزن در برابر حمله کلامی اشرار جمهوری اسلامی در لباس آمران به معروف تمام قد دفاع میکنه و متاسفانه چیزی که فقط یه خورده من ناراحت کردین که مردم تشویق میکنن. واسه چی تشویق میکنین؟ شما باید در کنارشون، در کنار این زن وایسین و دفاع ازش کنین و بزنین اون بیشرفی رو که همینجوری زر مفت میزن و به قول خودش در لباس آمر به معروف میاد مردم رو آزار میده، حسابشو برسین. نگاه کردن و تشویق کردن دیگه گذشت، تموم شد. این کارو لطفا نکنین، کار عاقلانه. ببین روزی که شوهر من داشت توی جنگ می‌جنگی زن و دختران تو داشتم برای آت پاسه. آره کف بگیرده. ویدیوی داریم از دیدار نوروزی مردم با خانواده پیرفلک بر آرامگاه کیان در ایزه. میدونین چی این جمهوری شیطانی رو تمام خوابهاش رو آشفته کرده؟ همدلی و همبستگی مردمه. مردم با هم اگه همبسته باشن هیچ کس جلوی این مردم نمیتونه وایسته. ما هم اگر شایسته باشیم برادر این خواهر بزرگوار ما هستیم. به قول حکیم توس، از آن روز خانه ویرانه گشت که ناناورش مرد بیگانه گشت. چون او کس به ده کد خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. تبریک میگم بی بی زینب. یکی از مردم غیور ایران روز 8 فروردین گفته که من رفتم به رشته سکینه و سری به شهیدامون، یعنی روزبه خادمیان، حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، پارسا رضا دوست و کنعان آقایی زدم و دوباره عهد بستم که از راه آزادی و آبادی قدمی عقب نرم و مستقیم برم جلو. بعد توی اسلاید آخر این ویدیو هم نوشته ای رو که میبینین برای پارسا گذاشته بودن. این ویدیو رو با هم ببینیم. در نهایت بگم که اگه ملتی با حقوقش آشنا نباشه برای اقدامات مندرآوردی میشه موش آزمایشگاهی. محسن برهانی گفته که نیروی انتظامی در خصوص عدم رعایت حجاب نه حق ارسال پیامک داره، نه حق ارشاد داره، نه حق احضار داره، نه حق توقیف خودرو و نه حق الزام مردم به شرکت و کلاس‌های توجیهی. اینها همه غیر قانونی و بدعت و نقض حقوق شهروندی. پس اگه ملتی با حقوقش آشنا نباشه برای اقدامات مندرآوردی این حکومت میشه موش آزمایشگاهی. سپاس که تا پایان این برنامه با ما همراه بودین. با حقوق شهروندی خودتون آشنا بشین و نشین موش آزمایشگاهی این حکومت آخوندی. بدرود.